یعنی شما دیگه واقعا با مدیتیشن حوصله‌تون سر نمیره؟ خب بیاین یه حرکتی بزنیم. بچه ها من واقعا دلم نمیخواد با اینا هم اتاقی باشم. راست میگه دقیقا. اینا واقعا عجیبن. اسمالی برو لپتاپ دیانا رو بیار، کاری بهت نداره. نمیشه بابا. اسمالی بدون لپتاپ که نمیشه، حداقل یه جوری سرگرم بشیم فیلم ببینیم. آقایون شما که تنها تو این اتاق نیستین، پاشین تا به بسکتبالیستا نگفتم بزننتون. بچه ها خول شدیم، واقعا رابطه من و دیانا اصلا خوب نیست. اون نمیاد مکبوکشو بده به من. نه واقعا راه نداره، من قبل خواب باید فیلم ببینم. فهمیدم بچه ها، به این بازنده ها بگیم برن لپتاپو بردارن بیارن. هی بازنده ها بسته دیگه، بیان اینجا کارتون دارم. چی کارمون داری؟ باید برین اتاق تشویق کننده و مکبوک دیانا رو بیارین. آره اون وقت میتونیم با هم فیلم ببینیم. منتظر چی هستی کوستیان؟ پاشی برین تو اتاق مکبوک رو بیارین دیگه، میخوایم فیلم ببینیم. چرا ما؟ تشویق کننده ها حتی نمیذارن نزدیک در اتاقشون بشیم. بچه ها من که اصلا نیازی به مکبوک ندارم، من میتونم با گوشیم فیلم ببینم. تو واقعا چه بشی؟ بی خیال بچه ها، بیاین قرعه کشی کنیم ببینیم کی باید بره اون مکبوک رو از اونجا بیاره. 3 2 1 3 2 1. الان باید بریم همه رو چک کنیم که وقتی بازنده ها خوابیدن بشینیم فیلم نگاه کنیم. من دلم یه فیلم عاشقانه میخواد. یا نه برو گم شه با اون فیلم های عاشقانه، بیاین یه فیلم کمدی ببینیم. من میگم بیاین یه فیلم در مورد جادوگرا ببینیم. ما خوشمون نمیاد، برو این فیلم ها رو تو خونتون ببین. اونجا رو این دیگه چجور نامه ایه بچه ها؟ چی بگم دیانا، حتما یه نفر عاشقت شده دیگه، حتما یکی میخواد سر به سرت بذاره. ببینم لیا نکنه حسیدیت شده که این نامه واسه تو نیست. دخترا بیاین بخونیمش ببینیم این رومئو امشب بازم چی نوشته. بریم دیانا زود باشیم، بیاین رو تخت. باشه ببین چقدر نامه نوشته. 1 2 3 4، این یکی پنجمیه. سری کاریه دیانا، من مطمئنم. ولی خیلی عاشقانه است، فکر کن یه نفر 5 تا نامه واسه بنویسه. زود باش بخونش. دیانا عزیزم من هر روز عذاب میکشم و تو متوجه نمیشی. من عاشقتم ولی میدونم که این عشق منطقی نیست. فقط میخوام اینو بدونی که تو خیلی دختر زیبا و مهربونی هستی و من تا همیشه عاشقت میمونم. چقدر قشنگ دیانا، واقعا دوست دارم بدونم کی اینو نوشته. یعنی رومو کی میتونه باشه؟ بیخیال این چیزه بشین. خب حالا فیلم در مورد جادوگر رو ببینی؟ تو رو خدا خواهش میکنم. نه خیرم، میخوایم یه فیلم رومانتیک ببینیم. برو بابا، قراره فیلم کمدی ببینیم. چرت نگو. همتون ساکت شید، ما هنوز این بازنده ها رو چک نکردیم، پس از فیلم خبری نیست. پس بیاین زودتر بریم اینا رو چک کنیم، بعدش هم بریم یه فیلم رومانتیک ببینیم. فهمیدی ناستیا؟ فهمیدی لیا؟ رومانتیک. دیانا چه جور فیلمی دوست داری ببینی؟ بذار حدس بزنم. در مورد جادوگرا. لیا شرمنده، ولی من هیچ وقت از اینجور فیلم ها خوشم نیومده. دیانا بیا کمدی نگاه کنیم، من یه خوبشو سراغ دارم. بس دیگه بچه ها اینقدر بحث نکنید، اول بازنده ها رو چک میکنیم بعد فیلم میبینیم. بیاین بریم. جوجا چقدر سر و صدا میکنی؟ دیگه داری میری رو مخم جوجا. بچه ها دندونم افتاده، یه دندون جدید قراره در بیاد. بچه ها چرا از من نمیپرسید واسه چی دارم ماسک میزنم؟ خب چرا؟ حتما به خاطر اینه که پوست جوش میزنه دیگه. نه بچه ها، یه نفر تو کمفوزه من نامه عاشقانه نوشته. راست میگی کنوپا، ولی اینجا که ما پسر سینگل نداریم. کینوپا کی واسه نامه نوشته؟ نمیدونم بچه ها، خودش رو معرفی نکرد ولی به زودی پیداش میکنم. نوشته بود عاشق زیبایی من. ببینم کینوپا این نامه رو کجا واسه گذاشته بود ها؟ باورتون نمیشه، گذاشته بود نزدیک در اتاق تشویق کننده ها. فکر کنم اشتباهی گذاشته بودش. وقتی در اتاق اونا بوده فکر میکنی مال توه. بابا شاید نامه واسه یکی از تشویق کننده ها بوده. دیوونه شدید بچه ها، تشویق کننده ها همشون رلن، معلومه نامه واسه اونا نیست. خود دیوونه این هستیه که تو رابطه نیست. شاید نامه واسه اون بوده و تو نامهشو دزدیدی. از این ناستیا همیشه بدم میومده. بچه ها انقدر حسود نباشید، همیشه منو ناامید میکنید. دیگه هیچی بهتون نمیگم. این دیگه انقدر منتظر دوست پسر بوده مخش رد بده. حالا نمیخواد انقدر واسمون کلاس بذاری. منم قبلا منتظر عشق زندگیم بودم، الانم پیداش کردم و هیچ جوره از دستش نمیدم. سه دو یک. اوه پس نوبت بازنده هاست که برن مکبوک دیانا رو بیارن. بچه ها بسته دیگه، وقت خوابه. دیانا میدونی من چقدر عاشقتم، لطفاً مکبوک تو بهمون بده لطفاً. فقط امیدوارم با مشت نزنه تو صورتش. نه اسماعیلی شرمنده، اصلا شما میدونید ساعت چنده؟ الان باید تو رخت خواباتون باشی. زود باشید برید بخوابید. در ضمن حتما پاهاتونم قبل از خوابیدن بشورید. همین الان. باشه بابا.
من که پاهمو شسته بودم، فقط یادم رفت جورابمو بشورم. من که همیشه جوراب مشکی میپوشم که کسی نفهمه کثیفه. من که جلو اتوبوس مدرسه خوردم زمین که جورابم کثیفه و کنار پاهمون تمیزه. هممون پاهمون تمیزه به جز یه نفر. بله به جز یه نفر. چه بابا الان میرم میشورم. به نظرتون حرفشون رو باور کنی؟ حالا امروز اشکالی نداره باورشون میکنی. ناستیا پسرا الان وقت حضور غیابه. خب اسماعیلی لازم نیست داد بزنی، صداتو میشنوم. اسماعیل برواس من اینجا دارم میبینمت. برواس کستیا منم هستم. خیلی خوبه که اینجایی کستیا، ما خیلی خوشحالیم که هر روز میبینیمت. اتفاقا منم همین کستیا. بهتره بری اون آنیه خودتو مسخره کنی. الان وقت حضور غیابه، پس جدی باشید لطفا. پاتریک حاضر. باشه دیدم، لطفا برو همین الان با تو بشور. پاتریک پاتریک از همه شون بدتره. خیلی خوب، مکس هم که اینجاست. بچه ها احساس میکنم یه نفر کمه، مگه نه؟ آره آرتیم نیستش. کدوم آرتیم؟ این که اینجاست. جوجو رو میگه دیانا. نکنه جولی با خودش برده خونه این مامانشینا. وای حالا چیکار کنیم، یکی از پسرو گم شده. دیانا اینقدر داد نزن، همین الان به آرتیم زنگ بزنید، بهش بگید یا الان میاد کمپ یا دیگه هیچ وقت نداره بیاد اینجا. جوجا میای با من بریم صورت باشه بریم؟ آره بهتره صورت تو بشوری. اگه نشوری عشق زندگی تو پیدا نمی کنی. به شما ربطی نداره. وای خدای من دوباره. کنوپا کنوپا چی شده دردت اومد؟ نگاه کن این دیگه چیه کنوپا؟ یه نامه دیگه است. دیدی گفتم؟ عشق عزیزم کنوپا چرا نمیفهمی این در اتاق تشویق کننده است؟ چرا باید نامه ما در اتاق اینا باشه؟ بعدم تو هنوز این پسرا رو ندیدی، بهش میگی عشق من؟ دیوونه شدی؟ آره ندیدمش ولی عاشقش شدم. بعدم قلبم میگی که این نامه مال منه. خیلی خب الان میرم صورتمو بشورم بعد میخونمش. خب دیگه من پامو شستم. خوب به حرفام گوش کنید، یک دقیقه وقت دارید که برید تو رخت خواباتون. زمانتون داره میگذره. 59 58 57. یا نمیشه آلارمتو خاموش کنید؟ بیان از اینجا بریم بیرون، هواش خیلی خفه. بستم همین الان باید بری تو رخت خوابت، وگرنه فردا روز خوبی در پیش نخواهی داشت، فهمیدی؟ های بابا چقدر عصبانی هن اینا. اسمالی یه جوری با دیانا کنار بیا، وگرنه مکبوک بی مکبوک. من؟ آره امیدوارم از پسش بر بیام. دیانا بیاین دخترها رو هم چک کنیم بعد بریم فیلممونو ببینیم. دیانا میشه یه دو کلمه هم حرف بزنیم؟ چی شده اسمالی؟ دیانا کجا میری؟ شما برین دیانا الان میام. دلم کن بذار برم. فقط یه دقیقه نگاش کن، همه شرسمو در میاره، خیلی پررو. آره بابا این اسمایلی همیشه همین جوریه، مطمئنم الکی کشوندش پشت در که بوسش کنه. اسمایلی میشه دستمو بکنی؟ باشه عزیزم. دیانا میدونی تو بهترین دختری، واقعا بهترین دختر دنیا. چی میخوای اسمایل؟ ببین عزیزم من عاشقتم، اگه میشه فقط مکبوکتو بهمون بده. ببینم اسمایلی فکر کردی من خرم؟ هر وقت یه چیزی از من میخوای من میشم بهترین دختر دنیا. نه خیر مکبوکمو بهت نمیدم، یه دقیقه دیگه میام اگه خواب نبودی، من میدونم و تو. همین الان برو بخواب. باشه بابا، پس خودت خواستی دیانا خانم، نصف شب میام و لپتاپتو ازت میدوستم. کنوپا کنوپا بخون ببینیم چی نوشته، تو رو خدا بخونش دیگه، زود باش. باشه جوجا یکم صبور باش. الان میبینی چقدر پر روه؟ مکبوکم رو میخواد. دختره اومده بودی صورتتون رو بشورید؟ خیلی خوب دیگه برید تو اتاق، میخواییم یه چکتون کنی. بچه ها وقت چک کردنه. دوباره بسم نامه نوشتم، باورتون میشه؟ داشتیم میخوابیدیم بچه ها، خیلی خوابمون میاد. آره داشتیم به خونه و دامو شب بخیر میگفت. تشویق کننده ها، دندونم افتاده، باورتون میشه؟ این یعنی امشب که بخوابم فرشته ها میان یه چیزی میذارن زیر سرم. دندونش افتاده ولی فکر کنم یکم دیرتر از حالت دیگه، تو الان باید همه دندونات عوض میشودن. دندون هرکی با بقیه متفاوته. کنوپا بخونش. نه جوجه بذار اینا برم بعد. تشویق کننده ها، ما میخواییم بخوابیم. شب بخیر. خیلی خب دیگه حضور غیابم نمیخواد، بریم. شب بخیر. آره بریم فیلم در مورد جادوگر رو ببینیم. باشه به همین خیال باش. شب بخیر تشویق کننده ها. خوابای خوب ببینید دخترا، زود باشید بخوابید. کنو با تشویق کننده ها رفتن بخونش. باشه. من هر روز رنج میکشم ولی تو متوجه نمیشی. میدونم که عشقم به تو غیر منطقیه ولی دوستت دارم. میخوام اینو بدونی که تو مهربون ترین و بهترینی و من همیشه دوستت خواهم داشت. وای چقدر قشنگ. ببینم اصلا اسمتو نوشته؟ نه خیر ننوشته. انگشتتو بردار، اونجا یه چیزی نوشته. چیز خاصی نیست، فقط نوشته کنوپا.
از چی خجالت میکشی؟ خب انگشتتو بردار ببینیم چی نوشته. راست میگن، انگشتتو بردار. کاملا قابل پیشبینی بود. رفتی نامه یکی دیگر دزدیدی بدبخت. این مال دیانا. کنوپا تو دیگه مخت رد داده از بس کسی عاشقت نشده. ولی من مطمئنم اینجا نوشته بود کنوپا. شک ندارم، خودم آره چشم خودم دیدم. حتما همینطوره که تو میگی. اسمالی شیریه رو با شد آوردی مکبوکو؟ معلومه که به مکبوکو نداده. امشب آخر شب میریم ازش میرازیم میانیم فیلم میبینیم بابا. نه اسمالی اینجوری نمیشه، نمیتونی یه جوری متقاعد کنی دیانا رو. راست میگه، این کار در شأن تو نیست. یعنی امشب فیلم نمیبینیم؟ تو قول دادی. خیلی خب، شما پیشنهاد کنین که من از کجا مکبوک بیارم بعد بدوزیش. خیلی خب، همه این تلاشم رو میکنم که برم اتاق دخترم. اوه خب، من امروز مکبوک رو میدازم و فردا میذارم سر جاش. مکبوک مکبوک آخ جونم، شام حسابی فیلم میبینیم. او وایسا، اینجوری میفهمه که کار من بود. یعنی مثلا یه دوزی اینجا بود. عجب عوضیه، مکبوک دیانا رو دزدید. این دیگه چه دوست پسریه. بالاخره آزاد شدیم دختر رو، بریم فیلم ببینیم. دیانا بیا کمدی ببینی. بچه ها فیلم رومانتیک میبینی. دیدین گفتم؟ نمیخوام. بچه ها پس مکبوک کجاست؟ وقتی رفتیم همین جا بود. لیا قرار نیست در مورد جادوگر رو فیلم ببینیم. کجا قایمش کردی؟ دیوونه شدی؟ من مکبوک رو جای قایم نکردم، رو میز بود. دخترا یه نفر دزدیدش. وای بچه ها، در بالکن بسته بود. من بهتون گفتم ببندینه، شما به حرفم گوش ندادی. بچه ها حالا چی کار کنم؟ یه عالمه پولامو جمع کردم تا تونستم بخرمش. خیلی گرون بود. آروم باش دیانا، نترس. آروم باشید دختر، تنها رایمون اینه که زنگ بزنیم به پلیس. چه مرگت شده؟ اگه پلیس بفهمه اینجا کمپ رو انداختیم، خدا میدونه چی کارمون کنه. حالا به مامانم چی بگم بچه ها؟ آروم باش دیانا، همه چیز درست میشه، من قول میدم. من دیگه نمیتونم مخفی بمونم. دیانا گریه نکن، من میدونم کی مکبوک تو رو دزدیده. جوجو تو تا الان کجا بودی؟ یه نفر از ما دزدی کرده. ببینم یه آدم غریبه تو کمپ ندیدی؟ من میدونم کی اونو دزدیده. هنوز توی کمپ، نباید نگران باشی. کی؟ آرتیم. ببینم چی تو دستت آرتیم. نامه است. شبیه اون نامه هایی که روی میز کنار آینه گذاشتیم. الان وقتی این مسخره بازی ها نیست. ببینم کی از ما دزدی کرده. خیلی خوب، هیچ جایی نرین تا خودم برم و برگردم. دیانا من عاشقتم، نمیتونم بدون تو زندگی کنم. وای اینطور؟ تمام این مدت جوجو واسه من نامه مینوشت. هیچ وقت تو مخیلم هم نمیگنجید جوجو عاشق تو بشه. به نظرم بیخیالش شد دیانا، چون جولی برمیگرده و سرتو میبره. آخه جوجو به چه درد من میخوره؟ من خودم با اسماعیلی هم. بفرما دیانا خانم، دوست پسرت لپتاپتو دزدید. من که بهت گفتم اون اصلا لیاقتتو نداره. چه چرت و پرت میگی تو؟ چه مرگت شده اسماعیلی؟ میدونی من چقدر حالم بد شد؟ ببینم اسمایلی عقلتو از دست دادی؟ این پسره دیگه پیش از حد پررو شدن. مکبوکو بذار رو میز، همین الانم برو بگیر بخواب. باشه، ولی باید بدونین که این فقط ایده ای من تنها نبود. مکس و برواسم بودن. باید سر اونا بری داد بزنی و دعواشون بکنی. باستی تو هم فکر نکن که میتونی بیای اونجا بخوابی. باید بری تو راه رو بخوابی. خبرچین، من که پیش دیانا میخوابم امشب. خیلی خوشحال شدم بچه ها، از همون دزدی نکرده بودن. خبر خوب دومم اینه که بالاخره فهمیدیم صاحب اون نامه های مرموز کی. واسه متاسفم جوجو، تو مگه با جولی نیستی؟ حالا بگو ببینم کلک، چند وقت دیانا رو دوست داری؟ راستش من نمیخواستم کسی اینو بفهمه، ولی دیانا من عاشقتم. آرتی مرسی که مکبوکمو به هم برگردوندی، ولی الان دیگه وقت خوابه. شب بخیر دیانا. فردا من بازم برات نامه جدید میارم، یه نامه بزرگ. میبینید بچه ها، عجب روز سختی بود. خدا رو شکر که تموم شد. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، کانال رو هم سابسکرایب کنید. ما میریم با بچه ها بالاخره فیلم ببینیم، یه فیلم عاشقانه قشنگ. بای بای بچه ها. بای بای.